اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. راشیانه دل چهره ها پریشان است که دردمندترین خاک خاک ایران است. سرود از لبمان پر کشیده، دورانی است که شور عشق از این سرزمین گریزان است. ستارگان وطن رو به خاموشی رفتند، ستارگان وطن رو به خاموشی رفتند، به سوگشان مه و خورشید نیز گریان است. وطن که روزی سودای فتح عالم داشت، کنون به چنگ فقیهان اسیر دوران. علیرضا نوری‌زاده، پنج شنبه دوم ماه می، 13 اردیبهشت ماه، به شما سلام میکنم. بدون هیچ مقدمه و حرف بیشی، چون بغضی که از قصه نیکا شاکرمی در گلومه در کجا بیشتر میتونه بزنه بیرون جز در کنار دکتر سازگارای عزیزم. درود میفرستم دکتر سازگار. عرض سلام و ارادت دارم خدمتتون آقای دکتر نوری‌زاده، خدمت همه بینندگان عزیز. واقعا درست میگین، به نظرم هیچ کس نمیتونه این گزارش رو ببینه و از گریه خودداری کنه و ننگ و نفرین نفرسته به شخص خامنه‌ای و جنایتکارایی که او روونه میدون کرده برای مقابله با مردم ایران، زنان و دختران جوان ایرانی، دختر 16 ساله رو بلا سرش بیارن و این مقدار جنایت، این مقدار بیمسئولیتی و این مقدار تجاوز و بی اخلاقی و وحشت. من فقط این رو عرض کنم، یک رژیم های دکتر شکست نمیخوره مگر اینکه ابتدا ایدئولوژیش، تفکرش شکست بخوره و شکست اخلاقی بخوره جلوی مخالفین. جمهوری اسلامی شکست ایدئولوژیک خورده، یعنی اون ایدئولوژی انقلابی اسلامی که راهنمای انقلاب اسلامی بود و جمهوری اسلامی بر اساسش تشکیل شد، شکست خورده. سالهاست اون قرائت حد اکثری از دین که بر اساس یک قرائت ایدئولوژیک انقلابی از اسلام بوده، اون شکست خورده. در میدون عمل شکست خورد، ناتوان ظاهر شد، نتونست مشکلات کشور را حل کنه، صدها مشکل خلق کرد، جنایت خلق کرد و در عرصه نظر هم بسیار متفکرین به چالش کشیدن و اون رو شکست دادن. اون در ذهن مردم هم شکست خورده، مشروعیتی نداره. ولی در عرصه اخلاق مدت هاست که جنایت های رژیم از همون دهه 60 انباشته شده آمده و امروز که ما گزارش نیکا شاکرمی رو میبینیم، به نظر من یکی از اون نقاط عطفیه که شکست اخلاقی این رژیم رو کاملا بر آفتاب میافکنه و کاملا در برابر چشم نه مردم ایران، در برابر چشم همه دنیا قرار میده. به خصوص اینکه رسانه معتبری مثل بی بی سی جهانی که معروف به
محافظه‌کاری و خیلی با وسواس چیزی رو مطرح کردن اون رو مطرح کرده. مطمئن باشید ماها مطالعه کرده و نهایتاً چنین سندی رو بر اساسش برنامه ساخته و منتشر کرده. فوق‌العاده تأثیر داره. من تا اینجا دیدم نشریات و رسانه‌های معتبر دنیا مثل اشپیگل آلمان، اکونومیست، این و اون رو همه از بی بی سی جهانی نقل کردن و سند معتبری شده بر جنایتکار بودن این رژیم و شخص خامنه‌ای که در رأس اون قرار داره. دکتر سازگار، اولا من خیلی خوشحالم که این کار از سوی سرویس جهانی بی بی سی شد. یعنی نه دیگه حالا رژیم بیاد اطفار بریزه اونم، نه. ضمن این که ظاهراً در بخش فارسی حداقل یکی دو تن علاقه‌ای به انتشار این گزارش نداشتن و خوشبختانه سرویس جهانی و اون بخش مربوط به خاورمیانه تأکید داشتن که این گزارش باید پخش بشه، برای که هر انسان آزاده‌ای ذره‌ای هوشیاری وجدان داشته باشه نمیتونه تکون نخوره. ببینید دکتر، در جریان قتل‌های زنجیره‌ای خب من کسی بودم که اعترافات خانم نوگورانی همسر سعید امامی رو پخش کردم و حتی آقای کروبی برگشت گفت شب نتونسته بخوابه قضا بکنه. در اون ماجرا شما می‌دیدید به یک زن بیگناه چه نوع اتهاماتی می‌زنن، چقدر اینا ذهن کثیف جنسی دارن. یعنی تمام اینا که میگفتن معلوم بود خودشون انجام میدن. حالا با اون شکنجهگر میگه من پشت خانوم اصلا نمیتونم بگم مثل دخترم بچم، میگه وقتی بودم من تحریک شدم. آخه شما فکر کن در یه ماشین اونجوری 10 تا آدم اونجا، این آدم داره کلنجار میره و تحریک میشه. یعنی این حیواناتی که خامنه‌ای پرورش داده، این حیوانات خطرناکن و ملت ما نباید تحمل کنیم. اینا به ناموس شما، زن و بچه شما، نوه شما همین کار رو خواهند کرد. شما حرفای مادر رو ببین، مادر خانم شاکرمی چه میگوید، آدم بدنش میلرزه. و چه مادران دیگری که در این شرایط بودن. من از شما یه سوال میکنم به عنوان یه انسانی که به هر حال یک اعتقاداتی داشته، یک چارچوب فکری و وجدان بیداری داشته، من سوال میکنم آقای دکتر سازگارا، این حیوانات چجوری تربیت میشن؟ چجوری اینا میان یه رادانی میشه رئیس فرمانده نیروی انتظامی و این جانورا از کجا میان؟ اینا ایرانی نیستن؟ اینا کیان؟ خامنه ای چی کار کرده بر نظام اخلاقی جامعه؟ آقای دکتر، ماهی از سر گنده گردد نیزدون. یعنی این نیم بیتی که از مولانا نقل کردم، خامنه این شکلیست که اینا از به جامعه میان بالا. من یه بار دهه 60 که زندان بودم صدای شکنجه کردن شب توی سلول من می اومد، دختری رو شکنجه می کرد، سرم رو به دیوار می کوبیدم و واقعا به پهنای صورتم اشک می‌ریخت و می گفتم خدای من این چه بساطیست ما درست کردیم. اون البته عزم جزمی برای من شد که از رژیم فاصله گرفتم و دیگم هیچ مسئولیتی نپذیرفتم و رفتم روزنامه و مجله در آوردم و مخالف شدم. و همون موقع یادمه فکر میکردم که خدای من این حیواناتی که اینطوری در تاریک خونه ها شکنجه میکنن دختر مردمو، اینا از کجا پیداشون شده؟ بعد به نتیجه رسیدم، که تو همه جوامع از این آدم ها هست، از این حیوانات. تو جامعه آمریکا هم هست، تو جامعه انگلیس هم هست. مهم این است که شما اونی که اون بالا نشسته نظام حکومتی اگر بخواد به دور بده اینجور آدم ها رو طلب بکنه، اینا میان بالا، اینا میشن عزیزای حکومت
قدر میبینن میرن به صدر میشینن. و نظامی اگر به دنبال علم باشه، دانش باشه، هنر باشه، هنرمندا قدر میبینن، دانشمندا قدر میبینن. به قول سعدی که سنگ ها رو بسته و سگ ها رو رهانیدن، نظام جمهوری اسلامی سنگ ها رو بسته و سگ ها رو رهانیده، یعنی هنرمندا رو به زندان میکشه، ترانه علی دوستی رو به حبس میبره، فرهیختگان رو میکشه و یک عده شعرا رو بیکار میکنه، زندانی میکنه، یک عده انوری پروری میکنه، یک عده بادمجون دورقابچین رو دور خودش خامنه ای جمع میکنه، فکر میکنه این تکریم هنره، این تکریم شعره، این در حالی که تخفیف انسانیت. یک عده بیان و مجیز برای لقمه نون در واقع شعر مدیحه بگن یا مجیز آقا رو بگن. این ساختار این نظام اینطور بوده. همین آدم ها رو میخواست و خوب اینا اومدن بالا دیگه. این کاملا نشونده. شما به دوربری های خامنه ای نگاه کنید، امثال علم الهدا و احمد خاتمی و اینا امام جمعه هاشن، امثال رئیسی قاتل و اینها رئیس دولت و کارگزارای اجراییشن و امثال حسین شریعت مداری و به قول شما حسین بازجو روزنامه نگاراشن. و تا دلتونم بخواد تو اون بیتش از بلافصلش مجتبا و اسخر حجازی تا اخصانقات جامعه، هرچی آدم کشتر، هرچی حیوانتر و وحشیتر عوامل امنیتیش هستن. ببینید این اون چیزیست که هست. برعکسش هم داشتیم، امیر کبیر یک نفر بود، صدر اعظم شد، عوض شد تو مملکت، ولی به اعتراف خانم لیدی شیل که خیلی با امیر و ایرانی ها بده، میگه مشکل اصلا مردم ایران رو بردن، یه ده مردم دیگه ها بردن. و یک مرتبه آدم های درخشانی دور امیر کبیر پیدا میشن از تو همون بساط قاجاریه، و به محض اینم که امیر رو میکشن، میرزا خان نوری میاد، دوباره همون دوزا میان سر کار و همون قبلی ها و بیلیاقت ها میان. یا حالا مثال دیگهش رضا شاه، دوره برش یک آدم لایق جمع میشن و از همون قاجاریان، از همون کشورن، و برای که اون آدم لایقه، هر کسی دوره بری و شکل خودشن. این غلط نادر زیبانی. بله ما تو تاریخمون داریم معروفه بله. که نادر در جنگ دهلی دید از اون بلندی یک سرباز ریش سفیدی داره شمشیر میزنه، صداش کرد آورد عقب، گفت تو وقتی افغان ها حمله کردن کجا بودی؟ گفت من بودم، تو نبودی. و همین شکله خامنه این شکلی، مملکت این شکلی شده، یک عده متجاوز الان سوال من فاسد اومدن بالا برای اینکه شکل خامنه ای او این مملکت رو به این نکبت کشونده، و البته در چارچوب یه نظامی که این اختیارات رو بهش داده. شخص خودش در واقع ساختار ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی است که این حیوانات رو میاره بالا. من اینم عرض کنم، وحشت سراپای حکومت رو گرفته. من دیروز خبردار شدم که به تمام نیروهاشون آماده باش دادن برای اینکه مردم در شبکه‌های اجتماعی دارن صحبت میکنن، به شدت عصبانیان مردم، روزنامه‌های حکومتی همه از کیهان و غیره و غیره واکنش نشون دادن، دادستانی واکنش نشون داده، و میدونن که چگونه مردم رو خشمگین میکنه این حوادث. نگرانن که چون در ماجرا مهسا هم همین شد، بعد از قتل مهسا دو سه روز مردم توی بین خودشون شبکه‌های اجتماعی صحبت کردن، بعد بغضشون ترکید. اینا وحشت دارن. کشیده ای که از ملت خورده خامنه ای در اعتراضات مهسا، وحشت سر تا پاشون گرفته، تمام نیروهاشونو. آیدا شاکرمی رو فوری آزاد کردن دیروز، خواهر نیکا رو که گرفته بودن، برای اینکه میدانند خون این نوجوان گل پرپر شده مملکت چگونه در واقع گریبانشون رو میگیره، و میدانند که یک ملت چگونه وقتی خشمگین بشه واکنش نشون میده. به همین دلیل درزه به اندامش گفت. سازگارا من هنوز برام این همه کتاب خوندم راجع به قدرت، راجع به فساد قدرت، راجع به جو آدم،
ولی پیش خودم همیشه فکر میکنم اون دیکتاتور، اون آدم کش گاهی اوقات نگاه به بچه خودش میکنه، به نوه خودش، به دختر خودش، بعد تصور میکنه اگر این رو بر سر دختر او میوردن چی کار میکرد. یعنی یک جای یه تلنگل. ولی ظاهرا خامنه‌ای از همه این آزاد شده، فارغ شده از همه چی. ولی شما داستان این دختر نازنین زیبایی که میتونست بانوی سازندهی در مملکت بشه، یه دکتر بشه، یه استاد بشه، یه قاضی بشه، یه معلم بشه، ولی چطور رشته حیاتشو چیدن و چقدر این دختر با شرف بوده که اون داره بهش میخواد تجاوز کنه و این دختر مقاومت میکنه و دست بسته از پشت. یعنی من واقعا این بچه های وطنمون کلا از سر برگیریم و سر فرو بیاریم در برابرشون. اما شتاب شما به جامعه چیست؟ به پدر و مادرها چیست؟ به برادران، به نامزدها، به چی؟ به این شتاب به این جامعه شما الان چی میگید؟ تا کی دکتر سازگار رو باید صبر کرد؟ نه، مردم ما صبر نکردن. ببینید، جامعه ما واقعیت اینست که جامعه ما در تب و تابه. یعنی کشوری که در 11 اسفند گذشته بیش از 92.3% نیمدن رأی بدن، یک نی بزرگ به رژیم گفتن. توی خونه حتی نشستن برای اینکه خیابونم نیان شلوغ کنن، اتحاد مردم رو نشون میده، نشون میده که مردم چگونه در واقع جلو این رژیم ایستاد. این رو هم، حقایق رو هم مردم آگاه شدن و میشنم. یعنی این باور هم الان میدونن که این نظام یک کنسرسیوم باندای مافیایی، جنایتکارای دزد مافیایی. ماجرایی دیدیم در همین هفته گذشته، پسر شمخانی که قبلا اون دادستان رو گفته بود میدم بکشنه، جنازش توی بابل تو خونش پیدا شد اون دادستان، و بر سر زمین های ولنجک. یعنی یک عده آلکاپون و آدمکش با امکانات مملکت. یا بابک زنجانی رو دیدیم که 3 میلیارد دلار نفت ایران رو این آدم، البته با همدستی محسنی اژه‌ای و وحید حقانیان در بیت و اینا، خوردن و آخرم آقایشون رو عفو فرمودند و حالا وکیلش هم گفته 10 سال کشیده و حالا تو این 10 سال هم خیلی وقتا زندان نبوده اصلا. بله، و این دزدی ها و این فساد ها رو مردم به نظرم میدونن دیگه. الان ببینید، به قول مارکس میگفت فیلسوفا از تفسیر عالم حرف زدن، وقت تغییرش رسیده. تغییره. آنچه که به نظر من این معادله رو به هم خواهد زد بین مردم و حکومت، قدرت، باور کردن قدرت مردمه. مردم قدرت خودشونو باید باور کنن. این خیلی مهمه. یعنی باور کنن که الان حکومتی که میاد تو خیابون لشکر میکشه و پارت و پورت میکنه، به جون زنهای مردم میفته برای اینکه قدرتش رو باز تولید کنه، وحشت سر تا پاش از یک گزارش و خون یک دختر 16 ساله معصوم کشور گرفته سر تا پای وجودش رو، میترسه. حکومت 100,000 بسیجی پا به جفتش گذاشتن رفتن، دنبال این نیست که 100,000 تا نیروی جدید بگیره. رو کاغذ البته 2,000,000 ثبت نام بسیجی دارن، ولی اونی که به دردشون میخوره به سختی به 200,000 تا میرسه و 100,000 تاش رفته. اینو مردم باید بدونن که اقیانوس مردم میتونه، نه اون حیواناتی که به نیکا رو کشتن یا تجاوز کردن، بلکه بدنه این حکومت رو میتونن تو اقیانوس مردم حل کنن، میتونن جداشون کنن. و حکومت الان اون چه که واجبه های دکتر، به خصوص نسل پدر مادرهای این جوونا، پدر مادرهای این جوونا، من میفهمم نگرانن که اگه این بساط به هم بخوره نکنه ناامنی شه، نکنه فیل استیت بشه، طور حکومت فروپاشیده ناامنی بشه، گرفتاری بشه. باید اونها قانع بشن به اینکه کشور
میتواند که به دست مردم اداره بشه. این مخالفینی که در زندانن، در بیرون زندانن، در داخل کشورن، در خارج کشورن، اگر اختلاف سلیقه‌ای هم دارن، بلدن از طریق دموکراتیک حلش کنن. بنابراین فردای ایران میتونه فردای دموکراسی باشه. من فکر میکنم پیام در واقع بنده که کوچکتر از اینم پیام بدم، ولی در یک جمله حرف واسلاف هاول رو باید تکرار کرد: قدرت بی قدرت ها. باور کنند که مردم از کوچه و خیابون، از هر شغلی که هستن، در هر رده‌ای که هستن، قدرت واقعی دست مردم، نه اسلحه خامنه‌ای یا شکنجه‌گراش یا آدم های فاسدی مثل این رادان که میدونید چقدر سوء سابقه داره و هم دزده، هم با باج بگیرا شبکه داشت، از باج بگیرا باج میگیره و میگیره و غیره و غیره. بنابراین این قدرت رو هر وقت مردم باور کنن، معادله میشکن. و این به قول گاندی، هیچ حکومتی نمیتونه به مردم حکومت کنه اگر مردم نخواد، اگر مردم پشت کنن بهش. و این اون داستانیست که به نظر من دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. باید در واقع برسه این میوه و داره میرسه های دکتر. باید من همینجا اینم عرض کنم، این رو باید به مخالفین به خصوص در خارج که تریبون دارن عرض کنم، وگرنه در داخل که خوب زیر فشارن. آنچه که واجبه اینست که مخالفین هم مردم رو مطمئن کنن که با هم میتونن حرف بزنن، با هم کار کنن، فرقان بسازن ایرانو، و مهم هم نیست اختلاف سلیقه داشته باشن. دموکراسی اصلا برای سازوکاری است که اختلاف سلیقه های گوناگون در خودش جا میده. کاملا حرف شما درسته در این زمینه و من خیلی ممنونم که اشاره کردید. ببین دکتر سازگار، یه نکته خیلی قابل تأمل در اینجا هست. شما بینید من با هر کی صحبت میکنم، بچه هایی که مرتب شما هم گفت و گفت دارید با دانشجوها، با بچه هایی که دنبال میکنن کارتون رو، برنامه، اغلب اینا انگوش میذارن روی این مسئله که آقا یک نهادی، یه چیزی باید باشه که این مردم مطمئن بشن. یعنی این مسئله من یادم نمیره باز گرچه خطا بودون و آمریکایی‌ها بازی کردن، ولی قبل از سرنگونی صدام 250-60 تا چهره هایی که من خیلی هاشون رو میشناختم 30 سال با صدام مبارزه کرده بودن، کرد و عرب و شیعه و سنی و اینه، اومدن لندن و یه تجمعی بود که یک سرش حکیم نشسته بود، البته برادر محمد باقر اون نشسته بود، یک طرفش ملاهای سنی گردن کلفت عراق بودن، کمونیستای عراق بودن، پادشاهی خواهان، آقای طالبانی و بارزانی بودن. یعنی وقتی من رفتم تو اون سالن با جمال عزیز آقای بزرگزاده با هم رفتیم، دو روزی ما اونجا بودیم و من هر کیو دلم میخواست دیدم. اینا بعدن رفتن حکومت رو در عراق تشکیل دادن، گوییم که فاسدها گول رو بودن و آقای نوری المالکی و نمیدونم جعفری و اینا آمدن جلو، ولی به هر حال در عراق 4 سال یه بار انتخابات برگزار میشه. حالا فاسد هم از میره جلو، فاسد ها علک میشن، در مجموع بالاخره مردم به یک آینده ای امید دارن. ولی در ایران اینجوری نیست. این مشکلی که ما نمیتونیم، آقای دکتر سال، البته میدونم شما در گذار و مشروط خواهان لیبرال و آقای دکتر نقره‌کار و دوستانش و دکتر نوریالا و دوستان اینا مشغول گفتگو هستید، ولی واقعا من از شما سوال میکنم چون مردم میخوام بدونم الان در چه مرحله هستید و چقدر امیدوارید که این کنگره ملی، این همدلی ملی، این به وجود بیاد که مردم واقعا امیدوار بشن وقت تو خیابون اومد بمونن تو خیابون و برنگردن. بله، البته تنها خیابون هم کافی نیست، یعنی 2-3 ستون مقاومت مدنی باید با هم حرکت کنه. خیابان به شکل اعتراضات خیابانی یه اکسیونه، اصولا اعتراضات یک ستونه،
ستون دوم که به همون اندازه مهمه فلج سازی حکومته که اعتصابات اینجا قرار داره و دست از کار کشیدن ها، نپرداختن ها، نرفتن ها، نافرمانی های مدنی که الان زنان ایران در پیش گرفتن و غیره. و ستون سوم ریزش از حکومت. ریزش هم درست به اندازه اون دو ستون قبلی مهمه، هر چقدر هم این ریزش بهتر انجام شه و پیوستن به مردم، به خصوص بدنه حکومت، بدنه به خصوص نیروهای مسلح و نیروهای نظامی و انتظامی و غیره، این گذار با خونریزی کمتری صورت میگیره. با اون بالایی مهم نیستن، سردارای دهنگشاد شکم گنده دزدی که اون بالا نشستن، وقتی بدنه باشون کار نکنه اونا بهش دردی نمیخورن. بنابراین این سه ستون باید حرکت کنه تا مردم پیروز شن. ولی ببینید، اتحاد بین مخالفین یک پروسه است، یه ایسکا نیست که بگیم صبح رسیدیم یه جلسه گذاشتیم دور هم نشستن تموم شد. نه، دور هم نشستن خیلی خوبه، گفتگوی دموکراتیک بهش میگن، دموکراتیک دایلوگ، که سوئدی ها خیلی مطالعاتشون نشون میده که مقدمه خیلی خوبی برای دموکراسی واجبه. یعنی مخالفین باید یاد بگیرن با هم حرف بزنن به جای فحش و فحشکاری. من بارها عرض کردم کسی اگر در شبکه های اجتماعی فحش و تهمت میده به اون یکی، به جای خامنه‌ای به اون یکی گروه میپره، انتقاد و بحث جای خودش داره، ولی تهمت و بحث با فحش و فحشکاری، این آدم باید بدونه که ناخواسته یا خواسته عامل حکومت ایران شد. بله، تفرقه بنداز و حکومت کن، همه جای دنیا نسب العین دیکتاتورا بوده. ولی برای اینکه برسی به اون به اصطلاح ارگان رهبری کننده، دو تا نکته است آقای دکتر. ببینید، نکته اول این است که باید یاد بگیرن فعالیت سیاسی رو عرض میکنن. مردم خیلی وقت جلوتر از فعالینن الان، به خصوص دو نیروی بزرگ تغییر اجتماعی ما، نیروی تاریخی تغییر ما، یعنی زنان و جوانان، جوانان نسل زد، این بدون شک دو نیروی بزرگ تغییر اجتماعی ما هستن که یک انقلاب فرهنگی اجتماعی رو شکل دادن، زیر پوست جامعه ما در حرکت. و این انقلاب فرهنگی اجتماعی دیر یا زود انقلاب سیاسی رو رقم خواهد زد. ولی مخالفین سیاسی، سیاست پیشه های ما بخوان با هم کار کنن، دو تا اصل رو باید در نظر بگیرن. اصل اول این که یاد بگیرن در عمل مشخص با هم همکاری کنن، در کمپین مشخصی، کمپین یا پروژه، هر اسم میخواین روش بذارین، کمپین اون چیزیست که استراتژی کلان شما رو وصل میکنه به تاکتیک کف میدان. کمپین ها مهمن، طراحیشون، کارشون، مثل کمپین همین بایکوت انتخاباتی گذشته، کمپین موفقی، کمپین همین نه به حجاب اجباری، کمپین میخواهیم زندگی کنیم، چیزی که در نوروز ما شاهد بودیم و مردم در جریان این کمپین ها، یا کمپین حداقل دستمزد که هنوز فاصله داره به این که تبدیل بشه به یک شعار سراسری و همه اینهایی که در دستمزد در تنگنا هستن از بازش از سر شاغل یک حرف رو بزنن. انواع کمپین ها باید اجرا بشه، درست مثل مشزن حرفه‌ای که به قول مرحوم پیتر اکرمن، یکی به چپ، یکی به راست، یکی تو شکم، یکی صورت، تا برسه به اون آپارکات نهایی. حکومت رو باید محاصره مدنی کرد. این کمپین ها مخالفین سیاسی باید یاد بگیرن اول اینکه در کم عمل مشخص، در کمپین های مشخص با هم همکاری کنن، غیر از گفتگوی دموکراتیک که باید همواره در جریان باشه. احتیاج نداره که طرفدار سلطنت یا اقوام یا چپ یا راست یا جمهوری یا غیره حتما مثل همدیگه فکر کنن، اتفاقا نعمت با هم اختلاف نظر داشته باشن. ولی یاد بگیرن همیزا نگرد ما یه درنگ کوتاهی بکنیم برگردیم. خیلی بحث قشنگ و خوبیست. من همیشه آرزو داشتم این دیالوگ را بیفته. ایران فردا در خدمتون که بیاد و منتشر کننده این گفتگوها بشه. درنگ کوتاهی میکنیم بریم به یاد اون دختر نازنینی که پرپر شد و بشنویم این ترانه. بریم
بر لیلا امیری و تمام این جوانان ما که هنرشون رو در خدمت آرزوهای ملتشون گذاشتن، در خدمت آزادی، در خدمت زندگی. واقعا دکتر آدم اینا رو گوش میده خوشحال میشه، نسل دیگری داره همینجوری میاد و با خودش آرزوهای ملتشو آواز میده. آقای دکتر من عرض کنم روزگاری مارکس از روی دست الکسی دو توکویل نگاه کرد راجب انقلاب فرانسه، او یک تحلیل درستی کرد و گفتش که در واقع انقلاب فرانسه تغییر جامعه فئودالی فرانسه به جامعه صنعتی بود و آنچه که در سطح انقلاب رخ داد روبنایی بود از اون تغییر عمیق در درون جامعه. مارکس خب همین دیده رو گرفت و سعی کرد ازش یه نظریه‌ای بسازه برای همه ادوار تاریخی و همه جوامع، که خب نظریه مردودی هم از آب در اومد. ولی اگر اون اصطلاح زیربنا روبنا رو بخوام استفاده کنم، به نظر من در بسیاری جاها تحولات فرهنگی و اجتماعی، روابط اجتماعی بر اساس تغییرات فرهنگی زیربنای مهمی است که تغییرات سیاسی رو رقم خواهد زد و رقم میزنه. یعنی ابتدا در عمق فکر مردم، باور مردم انقلاب میشه، تغییر میشه بر اساس اون روابط اجتماعی از درون خانواده، بین پسر و دختر، بین زن و مرد، بین گروه های اجتماعی، بین کارگر و کارمند، بین اقشار مختلف تغییر میکنه به دلیل تغییر باورها و اعتقادات و البته مسائل دیگه، چون تک عاملی نباید نگاه کنه. اون وقت در واقع تغییر سیاسی اتفاق میفته. آنچه که به انقلاب ها معروفه در واقع انقلاب هایی است که اقشار گوناگون مردم با هم میان در صحنه و قدرت حاکمه و حاکمین رو عوض میکنن، طبقه حاکمه و حاکمیت و حاکمین رو تغییر میدن. در جامعه ما الان به جرأت عرض میکنم، تحقیق هم همین رو نشون میده، در عمق جامعه ما عمدتاً به قدرت زنان ایرانی در درجه اول و بعد این نسل زد که نسل اینترنت، نسل جوانان از 17-18 ساله تا 28-29 ساله ماکسیموم، این نسل نسلیست که با شبکه‌های اجتماعی مثل همه دنیا فکر میکنه، جهانیه. این نسل تغییراتی در روابط پسر و دختر، در درون خانواده، بین برادر و خواهر، پدر و دختر، مادر و دختر و پسر رقم زده و در عرصه اجتماع این تغییرات عمیق فکری و فرهنگی که نه آقای خامنه‌ای و سپاه و غیره، کل این آخونده رو جمع بزنین از درکش هم عاجزن. یعنی اصلا نمیفهمن که چگونه در عمق جامعه ما تغییرات عمیق فرهنگی و اجتماعی اتفاق افتاده و در جریان هر روز هم داره نو میشه، نوتر میشه، میره و روی همون تبل کهنه و پوسیده ایدئولوژی جنگ سردی و چپگرایانه انقلابی اسلامی، فقه مندرس هزار ساله و همون چیزایی که دهه 40 شد سرهم شد، دهه 50 شد انقلاب اسلامی، هنوز دارن روی اون میکوبن بدون این که بفهمن چه تغییر عمیقی در جامعه میشده. و این دیر یا زود قدرت سیاسی رو به زیر میشه. همه ماجرا، یعنی من شک ندارم در این، تمام ماجرا این است که ما چجوری این گذار رو بکنیم که حداقل اسارت به مملکت بخوره، چگونه در واقع قدرت رو سلب کنی از این باندای مافیایی که بشه تسخیرش کرد و کشور به سلامت هرچی بیشتر عبور کنه. من با هم این دانشگاه آمریکا الان این چه در دانشگاه آمریکا سر وسلی فوز این بهانه داده دست سیدعلی و دار و دستش روزنامه همشهری میزنه، اگر این اتفاق در اینجا افتاده بود، این اتفاق در اونجا داره هر سال 4 بار تکرار میشه دیگه، از 18 تیر
خیلی دور نشدیم از اونجا، یادمونه به بعدش خوابگاه دانشگاه که شما بودید ایران، چه جنایاتی کردن. همین انقلاب ژینا، اینا لشکر کشیدن به همه دانشگاه و دانشجو، دستگیر کردن، کتک زدن، دوربین کار گذاشتن، امنیتی کرد. ببینید آقای دکتر، در امریکا بسیاری دانشگاه ها، یعنی شاید همه دانشگاه ها، از 72 ملت توش هستن. سلمان ها و اعراب و فلسطینی ها هم در اکثر دانشگاه های امریکا یه دانشجویان اقلیتی هستن، مهم هم هست. آنچنان که دانشجویان کلیمی و یهودی هم هستن، از همه دنیا هستن، چینی هم هست، هندی هم و امریکایی هم هست، سیاه هست، سفید هست. در دانشگاه کلمبیا، شروعش از اونجا بود. دانشگاه کلمبیا اتفاقا رئیسش مصریه، جایی است که بیشتر بودجهش رو یهودیای نیویورک میدن. ولی خب مثلا ادوارد سعید که نویسنده اون کتاب اورینتالیسم، کتاب مهمی که تأثیر گذاشت در دنیای اسلام، استاد کلمبیا بود سالها، و شاید غرب زدگی جلال آل احمد کپی ناشیانه ای از اورینتالیسم ادوارد سعید باشه. اون این دانشگاه از ابتدای جنگ غزه دانشجوهای عرب عمدتا مسلمان و فلسطینی چادر زده بودن و نمایش میدادن، اعتراض میکردن، میز گذاشتن، افشاگری میکردن، کاری که ما همون موقع در دانشگاه آمریکا میکردیم، الان زم میکنم، میز نمیدونم چی میدونم. تا اینجاش هیچ مشکلی هم نبود. یهودی هم میکنن توی دانشگاه ها، این از این دفاع میکنن از اون. و اساسا قانون اساسی امریکا به گونه است که آزادی تجمعات رو تضمین کرده، نه تو کمپس دانشگاه. شما تو خیابونم به شرط که نری ترافیک رو ببندی، حتی بخوای ترافیک رو ببندی فقط پلیس رو باید مطلع کنی که ببنده برات، اجازه بده، وگرنه تو پیاده رو وایسی هیچ کی کاری نداره. 100 نفر، 50 نفر، 1000 نفر، 10000 نفر توی ترافیک و بندری وایسین تو پیاده رو، آزادی تجمع تضمین شده است و آزادی بیان مطلق در قانون اساسی امریکا، کسی نمیتونه جلوش بگیره. بگیرن هم فوری میرن پلیس شکایت میکنن، میرن دادگاه شکایت میکنن، پلیس رو سو میکنن، جریمهش میکنن. بنابراین در کمپس دانشگاه کلمبیا چندین ماه این در جریان بود. از اونجای کار باعث شد که رئیس دانشگاه، اولا کنگره صداش کردن، سینجیمش کردن که آقا این اونجا دارن این مسلمونا تهدید میکنن دانشجوهای یهودی رو، غذاخوری که غذای حلال خودشون میخورن، کشر میخورن، و رفتن مثلا تهدید کردن، برخورد شده تو دن. امنیت تو کمپس زائل کردن. رئیس دانشگاه وقتی ناتوان شد پلیس رو دعوت کرد که ضامن امنیت، که آقا بیا اینجا امنیت برقرار کن، اینا دارن مثلا چند چند مورد کتک زدن اون بریا رو. از اینجا در واقع پلیس اومد دانشگاه. دانشگاه های دیگه ای امریکا، مثلا همین دانشگاه جورج واشنگتن در شهر واشنگتن هم همین اتفاق افتاد، درست مثل زمان جنگ ویتنام که خب تمام دانشگاه های امریکا مخالف بودن و معمولا هم جناح چپ امریکا، چون ما در امریکا به خصوص تو جوانترها و چپ حزب دموکرات اصولا چپ هم داری و اونها هم میان اصولا با هر جنگی مخالفن، با خود کپیتالیسم امریکا مخالفن، با ساختار بانک ها مخالفن، یه درصدی هم در جامعه امریکا. اونا هم معمولا میان میدون. جنگ ویتنام هم وقتی توی دانشگاه ها هر روز شروع بود در اعتراض به جنگ ویتنام و جوان ها میگفتن سربازی هم نمیریم این جنگ رو تموم کنین، اونجاهایی که کار به زد و خورد میرسید شعاراشون هم علیه ارتش امریکا بود، ناچار هم پلیس دخالت، که البته در دانشگاه کنت امریکا تیراندازی شد، نشنال گارد امریکا 60 دانشجو کشته شدن که علیه شکایت کردن و میلیون ها خسارت از گارد ملی امریکا گرفتن. این اتفاق الان در دانشگاه امریکا افتاده، یعنی بخش دانشجویان مسلمان به همراهی دانشجویان عمدتاً چپگرا و عرب و بعضی ملیت های دیگه، اینها تظاهرات میذارن، اعتراض میکنن، خیلی هم عالیه. اونجاهایی که مثل دانشگاه تکساس یا دانشگاه کلمبیا کار اینها، ببخشید،
اونجاهایی که کار اینها به زد و خورد رسیده و درگیری شده، خب پلیس اومده و دخالت کرد. این اتفاقش. حالا در حاشیه اینم عرض کنم، من خب اینجا رادیو تو ماشین به خصوص هستم، رادیوی سی اسپن و ان پی آر و اینا رو گوش میکنم. اون چیزی که حکومت ایران نمیگه اینیست که مطبوعات امریکا واقعا کاوریجی از این اتفاقات دادن و دائما دارن گزارش میدن، با این مصاحبه میکنن، با اون مصاحبه میکنن. پری روز من گوش میکردم یه دختری ان حرفای به معنی واقعی کمونیست بود، حرفای کمونیستی میزد، نیم ساعت تو این ان پی آر امریکا و با یه موسیقیدان فلسطینی و غیره برنامه اجرا میکردن، داشت پخشم میکرد از هم دانشگاه جورج واشنگتن اینجا. میخوام بگم اون چیزی که حکومت ایران هم نمیگه، این حکومت رسوا، آزادی مطبوعاتش که 10 برابر 100 برابر این چیزی که اینا بخوان تو ایران بگن، تو امریکا دارن پخش میکنن، افکار عمومی امریکا رو در جریان میذارن و میگن. ولی میخوام بگم ببینید، این که حالا یه اتفاقیست، به هر حال یه اتفاق سیاسی، سرش اونجا تو خاورمیانه است، انتهاش هم اینجاست و جامعه امریکا که تقریبا از تمام ملیت‌های دنیا در این جامعه کنار هم زندگی میکنن، از این اتفاقات توش زیاده. سر آقای ترامپ و بایدن هم از این اتفاقات بود، یا مثلا سخت جنین زنان، یا جنگ ویتنام، یا غیره. مهمش این است که آقای دکتر، هاضمه دموکراسی، اصلا کارکرد دموکراسی همینه، هاضمه دموکراسی میتونه در یه جامعه اینو حل کنه، میتونه هندل کنه، مشکلی نداره. مطبوعات آزادن، مردم در جریان قرار میگیرن، موافق حرف میزنه، مخالف حرف میزنه، به نمایندگانشون در کنگره فشار میارن، اونا اقدام میکنن، دولت رو زیر سوال میبرن و هر موضوعی که به جامعه امریکا برمیگرده موافق و مخالف آزادن میکنن. گاهی هم که دعوا میشه، خب طبیعتا پلیس میره دخالت میکنه، نمیگذاره دعوا بشه. سر مثلا جناب دکتر، اینو باید به اون سدلی گفت آخه تو رو سننه، بیا تو چه ربطی داری؟ تو که سر میبری غلط میکنی راجع به دانشگاه آمریکا، میگی که والله فضای... به قول معروف تو هر کی میگه پنیر تو برو دیگه سرتو بذار بمیر. یعنی اینا من یاد شوروی میفتم، اون موقع کمونیستا هر اتفاقی تو آمریکا میافتاد میگفتن که تموم شد دیگه، پیش بینی مارکس درست در اومد دیگه، سرمایه‌داری داره سقوط میکنه، آمریکا سقوط، بحران شد، هر اعتصاب کارگری میشد تموم شد. نشستن 60 سال نشستن که آمریکا سقوط کنه، خودشون سقوط کردن. به قول آقای میگه 230 سال هر کس روی شکست امریکا سرمایه گذاری کرده بازنده شد. من بوده. میگم تاریخ حالا خیلی اتفاقات میفته، ولی اون چه که به نظر من این جامعه امریکا رو پویا و سرزنده نگه میداره، دموکراسیه و آزادی است که چه در عرصه اقتصادی، چه در عرصه اجتماعی، چه در عرصه مطبوعات بیان وجود داره. و واقعا بنیانگذاران امریکا، اون قانون اساسی که نوشتن، اعلامیه استقلال، مردان بزرگی بودن، سنگ بنایی رو گذاشتن که تا امروز در واقع سرفراز بوده و بزرگترین امپراتوری دنیا رو از دلش در اومد. یه موقع همیلتون وقتمون کمه، یه جمله ترامپ گفته بود خیلی برای من جالب بود، حتما دیدید، گفته بود که این جنگ اسرائیل رو با جمهوری اسلامی رو ساخت و پاک بود، من از قبلم میدونستم. خیلی بامزه بود این جمله که گفته بود. حالا یه زمانم روی فلسطین بریم، روی غزه. بله بود. من فهم خواستم من از شما بپرسم الان دکتر، سوال روز این است که اسرائیل کار غزه رو بالاخره تموم بکنه. حالا به قول آقای نتانیاهو گفته بود با حمایت آمریکا یا بی حمایت، ما باید تتمه حماس و جهاد اسلامی رو جمع کنیم. سوال روز اینه، دو تاست. یکی این که فکر میکنید اسماعیل هنیه و اگه محمد زیف و یحیی سنوار اگه گیر اسرائیل نیفتن، اینا کجای دنیا میرن؟ چون ترکیه اینا هم بعید راشون بدن. دوم این که آیا اسرائیل به حزب الله حمله میکنه یا نه؟ چون الان گفته باید به پشت رودخونه لیتانی بره عقب. این چون خیلی مهمه، من خصوصا شما من بپرسم این
در مورد از من خیلی میپرسن، منم خیلی نمیدونم چی میشه. خواهش میکنم. نه، در مورد اول، الان اردن به عنوان یک چویس، یک گزینه مطرحه، چون 90% اینا گذرنامه اردنی دارن. قبلا هم مثلا خالد مشعل، شما یادتونه اسرائیل تو خیابون اردن سم و بهش زد، ملک حسین چنان قدرتمندانه ایستاد اسرائیل رو وادار کرد که بیاد پاده زهر رو بده. یعنی خب اینا به نوعی جزی از اردن هم هست، اما اردن شرط و شروط داره. عمده ترین شرطش اینه اینا وقتی وارد اردن شدن هیچ حقی برای ارتباط با سازمان‌های غیر اردنی ندارن. یعنی اینا نمیتونن برن با حزب الله یا با جهاد اسلامی یا حماس در ارتباط باشه. خب این یه شرط سختیه. اما اگر قطر، حالا خودشون اومدن گفتن نه اینا شایعه است، ولی به نظر من قطر هم زیر فشار آمریکاست که اینو بپذیره. در مورد حزب الله حکایت به گونه دیگری است. ببینید حزب الله دو چهره داره. یه چهره سیاسی داره که نماینده مجلس مثل وزیر داره، یه چهره تروریستی و آدم کشی داره. اگر حزب الله عاقل باشه بقای خودشو در این میبینه که چهره نظامیشو حداقل کم رنگ کنه، ولی اسرائیل ولش نخواهد کرد. من اعتقاد دارم برای اسرائیل حزب الله اهمیتش از حماس بیشتر، برای اینکه حماس محدوده. حزب الله الان یک گنگ بزرگی شده که لبنان رو در اشغال داره. 2.5 سال لبنان رئیس جمهوری نداره و نمیتونه انتخاب بکنه. حتی سلیمان فرنجیه که با سوریه نزدیکه، با حزب الله هم دوسته، چون تهران مخالفشه نمیتونن انتخابش کنن. اینه که حزب الله هم سرنوشتش به نظر من تعیین خواهد شد. حالا من از شما میپرسم، امریکا آقای بلینکن خیلی اظهار خوشبینی کرده، الان رفته ریاض و جمع دارن میشن برای این طرح صلح و به حماس گفته توپ توی میدون شماست. شما فکر میکنید آیا امریکا مثل اسرائیل اصرار به نابودی حماس داره یا نه؟ یه حماس دندان کشیده رو عنوان یه گروهی که طرفدارانی داره خواهند پذیرو؟ و آیا شما باز فکر میکنید که آمریکا گزینه آقای برغوثی رو که در زندانه به عنوان یه نیروی جوانی که میتونه خون تازه‌ای به تشکیلات خودگردان بده میپذیره، اونطور که شما در تماس اینو میبینید؟ والا اینی که حماس سازمان تروریستی امریکا میشناسش مثل القاعده دیگه، بنابراین فکرم نمی کنم تو روی اسرائیل بیسته، چون اسرائیل هم میگه من هیچ جوری دیگه حماس رو تحمل نمی کنم. بعدم ببینید، دو دولت رو که تز امریکاست، همه دنیا هم دارن اینو میگن، با حماس نمیتونن انجام بدن، برای اینکه اون میگه اسرائیل باید حرف ایران رو میزنه. اسرائیل هم همیشه همینو میگه، میگه نمیشه که این غزه دستش، باید میگه من باید اصلا وجود نداشته باشم، شعار از رود تا نمیدونم دریا رو میده. بنابراین نه، امریکا حماس رو تحمل نمیکنه و حماس حالا ممکنه دیگه شکل سازمان زیرزمینی هم، نه هم حماس هم جهاد اسلامی. ولی اینی که آقای برغوثی رو که هم تعریفش رو میکنن، آدم میانه رویست که حرفای تندم نمیزنه، نمیدونم والا یه خود معادلات داخل فلسطینیان پیچیده است. برحال اینی که دولت عباس توانایی نداره، شخص محمود عباس حالا پیر شده و بعدم فساد به حکومتش پیدا شده و محبوب نیست، این رو فکر کنم امریکاییان پذیرفتن. بنابراین اسرائیل هم میگه دائما، میگه اگه قرار باشه من غزه رو تموم کنم دست دولتی بدم، این دولت عباس نمیشه باشه. حرفی ندارم، ولی یه دولتی باید باشه که محبوب باشه و بتونه اونجا. آرزو میکنیم من و شما برای دیدن روزی که دو ملت در کنار هم زندگی کنند و به شارلاتانی مثل حاکمان تهران مجال خرابکاری ندن. ممنونم دکتر سازگاره عزیزم، وقت ما تموم شد. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبایی سرنگشی رو خورشید میخواد هماره برافراشته. به اتفاق دوست عزیزم دکتر سازگاره.
عضو گذار و فعال و تحلیلگر، حالا هرچی میگم راجبش کم درود میگم بهش و به اتفاق او با شما خداحافظی میکنم. تا دیدار بعدی در پناه پرورده. Thank you.